تو و امثال تو را مقطوع میکردند. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما با یکی دیگر از برنامه‌های زاگرس با شما هستیم. با رویداد مهمی که در هفته گذشته اتفاق افتاد، کلک اسماعیل هنیه در تهران کنده شد. دعوتش کرده بودن برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، گمان نمی‌کرد که برنگرده به قطر. در همین ارتباط و بیشتر امروز دو دوست گرامی با من، جناب آقای دکتر امیر حمیدی از امریکا و شهرام سبزواری از آلمان، به هر دو نفر خوش آمد میگم. جناب حمیدی، درود بر شما. قربون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. درودی میفرستم خدمت جناب سبزواری و بینندگان عزیز شما. شهرام خوش آمدید. درود حامد جان، درود خدمت جناب دکتر حمیدی عرض میکنم. خیلی خوشحالم در خدمتشون هستم. درود به بینندگان عزیز و خوشحالم که فرصتی بود دوباره خدمت شما باشم. آقای دکتر حمیدی، از ترور اسماعیل هنیه در تهران، اونم وقتی به دعوت خود جمهوری اسلامی آمده و در مراسم رسمی شرکت بکنه، سورپرایز شدید یا نه؟ نه زیاد. حامد جان ببینید، امروز یک لحظه حساس در مبارزه با، یعنی در واقع میتونم بگم یک مبارزه مداوم تمام جهانیان به خصوص ما ایرانی ها علیه تروریسم بین المللیه. ما در درون ایران، مردم ما تو خیابونا در 46 سال گذشته با جون و دل حس کردن این تروریسمو. اما ترور چند شب گذشته اسماعیل هنیه و ابو شعبان که یکی از رهبران رادیکال حماس بود، به مهمان ویژه در تهران بود، نه تنها به حماس بلکه من فکر میکنم که به جمهوری اسلامی نیز ضربه بسیار بسیار مهمی وارد شد، چون این عملیات یک شکست اطلاعاتی عمیق بود که در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی سپاه و ارتش نشون میده که حالا مهم نیست که کی این کار رو کرده، مهم اینه که توانایی های چشمگیری که داشتن. ما فکر میکنیم اسرائیل این کار رو کرده چون اون کپبلیتی رو داره، ولی سناریوهای مختلفی وجود داره و من سورپرایز نشدم و مشخص اینجوری که مشخص شده در دو ماه گذشته که ایشون به درون ایران رفت و آمد داشته، اونجا اقامت داشته، یک بمبی رو در همون ساختمون در همون یونیت جا گذاشته بودن که از طریق راه دور به انفجار در آوردن و این موضوع از طرف نیویورک تایمز و چند ایرانی و چند مقام امریکایی هم بهش اشاره شده و به هر حال هر اتفاقی افتاده سورپرایز نبوده که در سلسله مراتب در تاریخ ایران اینو ما دیدیم که از زمان بد به 57 تا امروز یا خودشون این کار رو انجام میدن یا اینکه نیروهای امنیتی دیگه ای هستن که میتونن این کار رو انجام بدن و از موقعیت بحرانی بسیاری رو برای اینا به وجود میارن که اون وحشتی که به وجود آوردن ما در مراسم هنیه، در مراسم نمازش، در صورت خامنه‌ای به خوبی دیدیم. اینا روایت های مختلفی در مورد شیوه این عملیات بود. بخشی از اینها رو اگر روش دقت بکنیم، شاید به نوعی جمهوری اسلامی هم خودش دوست داشته باشه که این سناریوها زیادتر بشه، که دست کم بتونه قصور نیروهای امنیتی یا اون باگ‌ها و حفره‌هایی رو که توی دستگاه اطلاعاتی لاپوشانی بکنه، از جمله اینکه با موشک هدایت شونده هدف قرار گرفته شده، گفتن از طریق واتساپی که خود اسماعیل هنیه داشته محلش لو رفته. روایتی رو که دکتر حمیدی به نقل از نیویورک تایمز گفتن از دو ماه قبل بمب کار گذاشته و کلا این روایت ها. اولا با این روایت سازی ها میتونن اصل مطلب رو تغییر بدن یا اینکه قصور متوجه نهادهای امنیتی خواهد بود؟ بنده بگم فکرم جناب حمیدی داشتن. بعد عرض کنم خدمت شما، همونجوری که جناب حمیدی استاد بنده فرمودن، هر کدوم از این سناریو رو بذاریم شکست عمیق امنیتی و اطلاعاتی داخل کشوره، یعنی جمهوری اسلامی.
میدونیم که حفاظت از شخصیت‌های این چنینی توسط سپاه انصار مهدی انجام میشه. این سپاه حلقه نزدیک به خامنه‌ایه، یعنی نزدیکترین سپاهی که حتی بخشیش امنیت خود خامنه‌ای رو به عهده داره. اونجا این حفره امنیتی باز شده، الان این ریزش باز شده. موساد سابقا هم این کارا رو کرده، رفته داخل کشور، حالا ترور فخری‌زاده رو بگیریم یا بازجویی هایی که داخل کشور از عناصر سپاه پاسداران کرده، یعنی رفته عنصر اطلاعاتی رو گرفته بازجویی کرده و فیلمشو بیرون از ایران منتشر کرده. خب این قدرت و نفوذ موساد رو میرسونه که چقدر نفوذ داشته تو این نیروهای امنیتی و چقدر تونسته تاثیرگذار باشه. حال بخشیش برمیگرده به این قضیه که اسماعیل هنیه در اون منتعله زمین های کاخ صدوات و اون ساختمانی که بوده مورد حمله واقع شده و کشته شده. اگر بمب اونجا گذاشته باشن، این فرضیه باشه، اما دو ماه پیش باشه، خب باید یکی از نیروهای امنیتی به اونجا دسترسی داشته دیگه. تحت فرمان موساد رفته اون بمب رو کارگزاری کرده و حالا شاید اصلا داخل کشور نباشه. اگر با موشک‌های هدایت شونده زده باشن، مثل اسپارک که میگن خیلی رایجه، خب اسپارک اگه زده باشن باید فاصله 4 کیلومتری حتی شلیک کرده باشن یا مختصات اون محلی که باید بهش اصابت کنه رو بهش به اون موشک داده باشن و تحت هدایت بره بخوره به هدف. اینها رو که کنار هم بذاریم، شاید هم میگن از این کوادپارا استفاده کرده، کوادپارای هوشمند هست که میره پنجره داخل و منفجر میشه. با توجه به اخلال کننده هایی که اونجا هست و عکسش هم منتشر شده، یکی از سیستم های پدافندی اونجا قرار گرفته بوده، میشه گفت کوادپرا هم قدرت پرواز ندارن. ما میدونیم بخش های از ایران هست، بخش های از تهران هست، کوادپرا حتی نمیتونن از زمین بلند شد به خاطر اخلال کننده هایی که وجود داره. اون انسان یا همون هنیه تروریست در محلی مورد اصابت قرار گرفته که خود محل فوق امنیتی بوده، محافظت می شده از یک نیروی امنیتی دیگه سطح بالا، سطح اول کشور، یعنی معتمدترین نیروی امنیتی که نزدیک به دستگاه سیستم جمهوری اسلامی است. اینها همه میشه شکست اطلاعاتی رژیم که اون وقت وحشتش رو همونجور که استاد گرامی فرمودن تو چهره خامنه‌ای در موقع نماز میت خوندن با اون حالت مضحک میبینید. ببینید این موشک اسپارک چندین سال پیش 6 قبضه‌ش رو لبنان گرفته بود، فرستاده بود ایران و جمهوری اسلامی مهندسی معکوس کرده. الماس ضد ذره‌ای که ساخته شده امروز کپی همین موشک اسپارک و مثل همین قابلیت داره. یعنی حتی اگه موشک اسپارک هم باشه، چون تیم تحقیقاتی درستی نمیتونه بره اونجا صحنه رو بررسی کنه، واقعا بگه مواد منفجره داخل بوده، از بیرون اومده، اینها رو اون تیم تحقیقاتی و کارشناسی میتونه تشخیص بده. وقتی نمیتونه بره اونجا، این فرضیه ها و گمان زنی ها به وجود میاد، پس میتونه موشک الماس هم بوده باشه. و چون ما نمیتونیم بقایای موشک اسپارک تو اون ساختمون ببینیم یا عکسی ازش منتشر بشه. در خصوص این توضیحاتی دادی، فقط من یک نکته رو بگم که سرتیپ دانیال هاگری از سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل میگه که ما به لبنان حمله کردیم، اون فوت شد، فرمانده ارشد لبنانی رو هدف قرار دادیم در جنوب بیروت، اما در اون مقطع نه موشک و نه هیچ پهپاد دیگه از طرف اسرائیل در منطقه شلیک نشده بود یا ماموریتی نداشتیم. در واقع همچنان اسرائیل مسئولیت ترور اسماعیل هنیه رو به عهده نگرفته. شما راجع به توضیحاتی که دادی عکس داریم، از سپهر عزیز میخوام نشون بده A1 و A2 مورد محل اقامتگاه یا مهمانسرایی که اسماعیل هنیه در واقع اونجا ساعتی رو یا روزهایی رو میگذرون، هر وقت آماده بود من اینجا میام. من یه توضیح هم بدم پرهام جان اگه وقت باشه در این مورد. حتما حتما. آقای دکتر حمیدی شما هم دقت بفرمایید. ببینید این ساختمون که به هر حال مثل که اون قسمتیش که انفجار داشته روشو پوشوندن، اون کوههای ولنجک ارتفاعاتی است که خب هر کسی کوهنوردار صبح جمعه میتونن راهپیمایی کنن برن اونجا، مشرفه به تهرانه. اولا خب از نظر امنیتی مشخصا اون ساختمون وضعیت حفاظتی درست و حسابی نداره و از این کوها میشه با یک موشک انداز دوش پرتاب هم حتی هدف قرار داد یا پهباده. اما یک تصویر دیگری هم داریم، A2، این رو هم امروز دیدم که در بله
از تصویر پایین اگر نگاه بکنیم اینجا دیگه خیلی این ساختمون نزدیکتره، از در شیارهایی فکر کنم بالای سعدآباد باشه یا اینجا. در واقع لابلای همه سناریوها این فرضیه رو هم باید در نظر بگیریم که هیچ بعید نیست که از این برادران گمنام سپاه پاسداران زحمت حزب اسماعیل هنیه رو کشیده باشه، حالا یا با دستور داخلی یا بیرونی. جناب حمیدی نظر شما چیست؟ کاملا درسته حامد جان. ببینید ما باید نگاه کنیم ببینیم که موتیویشن فردی یا افرادی در این عمل چه بوده، این در چه روزی اتفاق افتاده و تایملاین هم نگاه بکنیم. این روزی بوده که اسماعیل هنیه رفته بود برای ایناگوریشن ریاست جمهوری ایران. ما ایشون در انتخابات قبلی تایید نشده بودن و کسان دیگری هم بودن که قبلا ریاست جمهوری رو داشتن و این دفعه میخواستن ران کنن تایید نشدن. و ما میتونیم معمولا نگاه کنیم ببینیم که موتیویشن از این کار چی بوده، معمولا یا مانیتوریه یا ریونجه، و این ریونج هم میتونه انجام بگیره. و هر دوتا این اشخاص هم نگاه بکنین از بد و سپاه در دینه سپاه حضور داشتن و نفوذ داشتن و این ممکنه لیک اطلاعاتی باشه، به عنوان اینکه همونطوری که جناب سبزباری توضیح دادن که در قلب تهران در یک ساختمان به خصوص اطلاعات سپاه اینا تونستن مکان بحرانی رو مشخص کنن و این عملیات رو انجام بدن و با توانایی و اطلاعاتی که میتونه برای نفوذ به اعمال خاک ایران داشته باشن. یعنی کار به این آسونی نیست که هر کسی که بخواد اوورنایت تصمیم بگیره که من این کار رو میتونم انجام بدم. و ما اگر نگاه میکنیم شما فرمودین که اسرائیل تایید نکرده، ببینید پیام بسیار دقیقه و بسیار روشنه به جمهوری اسلامی ایران. بعد از هفتم اکتبر حمله حماس به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اولین چیزی که گفت سران حماس در هر کجای دنیا باشه ما هانت میکنیم، شکار میکنیم، و این اتفاق افتاد. پس اگر اسرائیل میتونه به بندر هدیه در یمن، به فرمانده حزب الله فواد شکر در بیروت، اسماعیل هنیه در و اون همکارش ابو شعبان در تهران دست پیدا بکنه، پس معلومه که این اطلاعات خیلی خوبی رو به دست میارن. پس ما مهمترین اینه که میتونه، حالا نمیگم کی کرده، هر کسی که این کارا رو کرده دسترسی بسیار راحتی داره به رهبری جمهوری اسلامی در سراسر منطقه. و این وحشت رو همونجوری که صحبت کردیم ما دیدیم، نه سید علی خامنه ای این وحشت در صورتش دیده میشه، به خصوص سران سپاه هم دیده میشه. و اینا دیگه این همه ترور رو انجام دادن و این ترورها دیگه به چون ما اون شب چهارشنبه بود فکر میکنم که اتفاق افتاد، همون شبانه ساعت 3 صبح منجر به تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی در تهران شد. این نشوندهنده شکست فاجعه‌باری بود که تمام نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بود. چرا میپرسیش دارم زمانی که خب یک همچین مراسم میبینیم که خیلی از مقامات سیاسی، حالا نمیگیم رده بالا، ولی به هر حال مقامات خارجی هستن که امنیت اونها میبایست جدیتر گرفته بشه، وارد تهران میشن و سپاه ولی امر محافظت از اونها رو به عهده داره، حلقه های تامین کننده اونها برای امنیت دیگه چه ارگان هایی هستن؟ یعنی منهای اون اعضای سپاه که محافظت میکنن، سپاه گفتید سپاه المهدی، انصار المهدی دیگه چه کسایی دخالت دارن برای تامین؟ یقه چه کسایی رو میشه گرفت؟ کدوم گردان ها، کدوم گروهان ها، کدوم واحد ها؟ من یه نکته رو اولش عرض کنم خدمت شما. ببین همونجور که دکتر فرمودند، بحث شکست امنیتی و اطلاعاتی به حدی شدیده که اگر مثلا اون نقطه یاوی واتساپ رو که شما فرمودید از اون پیدا کرده باشن و موشکی به طرف اون ساختمون شلیک شده باشه، فلان شده باشه، کل ساختمون رو هدف میگیرن.
ولی دقیقاً میدونستن در کدوم طبقه، در کدوم زل این ساختمون بزرگه، از فضای بالا که دیدیم ساختمون بزرگی، دقیقاً میدونستن کدوم طبقه و کدوم زل ساختمون اون فرد اون لحظه حضور داشته و اون نقطه رو زدن. این یعنی میشه گفت دیگه اشرافیت کامل اطلاعاتی، حتی ساعت، حتی قدم شمار داشتن روی اون فرد که میدونستن چجوری هنیه داره اونجا قدم میزنه یا نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، هر کاری که میکرده. واقعا این میشه گفت یک کار اطلاعاتی قوی بوده و شکستی تا حالا همچین شکستی جمهوری اسلامی نیده. همونجوری که گفتی محافظت این افراد به دست سپاه ولی امر، همون عرض کردم لایه های همون سپاهیه که در بیت رهبری هم مستقره، ولی امر و سپاه انصار مهدی تمام این افراد محافظت میکنن. و جالبتر اینه که حوثی های یمن هم رهبرشون اونجا بوده، اون حشد و شعبی و بقیه عناصر نیابتی جمهوری اسلامی همه رهبران اونجا بوده، ولی هنیه از این وسط دستچین میشه، انتخاب میشه و تارگت میشه و زده میشه. این نشون دهنده اطلاعات درست، عمق نفوذ و عمق استراتژی که عملیات نشون میده. و واقعا میشه گفت جمهوری اسلام الان خامنه ای دیگه به همون سپاه ولی امرش که تکیه میکرد همیشه و خودش یه حاشیه امنی داشت، به نظر من باید اون حاشیه امنی روش تجدید نظر کنه، چون دیگه حاشیه امنی وجود نداره. این نشون میده که رسیدن تا بیخ گلوی خامنه‌ای. حالا چرا فشارش نمیدن؟ حتما سیاست ها بهشون اجازه نمیده با توجه به مسائلی که هست. اصلاح طلب و اصرار دارن که اگر مثلا جلیلی یا قالیباف رئیس جمهور شده بود این وضعیت پیش نمی آمد. از اون طرف دولت ترکیه چه فشاری به جمهوری اسلامی آورده در همین یکی دو روز گذشته. رسانه های ترکیه مدام از همین صحبت هایی که شما گفتید دارن، در مورد شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی صحبت میکنن. جالب اینجاست که رجب طیب اردوغان رفته بود به یک کنفرانس امنیتی، قبلش بر مزار آتاتورک رفته بود و رجز خوانده بود برای علی خامنه ای، گفته بود در شرایطی که منطقه اینقدر آشوب و ترورهای سیاسی داخل کشورهاست، ترکیه بالا بندر یا پهلوگاه آرامشه. یک نکته ای که هستش، یک ویدیویی رو ببینیم جناب آقای دکتر حمیدی شهرام سبزواری گرامی. خیلی‌ها در دست کم 10 ماه گذشته که جنگ اسرائیل در غزه شروع شد، در حمایت از فلسطین در امریکا، کشورهای اروپایی تظاهرات میکردند و حتی خیلی از لابی های جمهوری اسلامی بیرون و یا اپوزیسیون های صادراتی به اونها پیوستند و مبنی کردن که بستشون حقوق بشری است، سراغ مردم غزنیم ها، نگران حماس نیستند. بلافاصله بعد از اینکه اسماعیل هنیه ترور شد، گروهی از همین ها در بلژیک اعتراض کردن به اسرائیل برای کشته شدن یک تروریست. ویدیو رو ببینیم سپهر گرامی. بله. و هر وقتم که بله خودش در بروکسل بود. آقای دکتر حمیدی، پرسش اینه، در این مدت مدام عوامل جمهوری اسلامی به تحریک این اعتراضات پرداخت. بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که تامین کننده بخشی از این اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا بنیاد سوروس بوده. یک جریانی تبلیغ میکرد که اگر دست به این فرماندهان مقاومت زده بشه چه میکنند و دنیا رو به هم میریزند. تا حدودی هم خب در داخل پایتخت‌های اروپایی دیدیم حرکات و رفتارهای افرادگرایانه علیه یهودی‌ها و حرکات خشن، ضرب و شتم، ضرب و جرح و چاقو یا حتی تیراندازی. پرسش اینجاست که آیا هدشات کردن، حذف، ترور فرماندهان مقاومت در کل جریان تأثیری میذاره؟ چون نظام میگوید که ما رو بکشید بیدارتر میشوید. شما چه فکر میکنید؟ آیا صرفا حذف اینها میتونه کند بکنه تیغ تروریست ها رو؟ حامی جان، وقتی که یکی داره غرق میشه دست به هر چیزی میندازه. ما حتی هزینه هایی که
پول مردم کشورمونه در این مسیرها خرج میشه و شما اگر تمام این بچه‌هایی که برای پول اکثرا استخدام میشن برای این تظاهرات از نظر جغرافیایی، از نظر استراتژی، از نظر سوق جیشی از اینا بپرسین چه خبره، نمیدونن. اگر ازشون بپرسین آخرین کتاب شما خوندین کدوم کتاب بود در این مورد، نمیدونن. فرق بین حزب ها و سیاست ها و گروه های مختلف رو نمیدونن. ولی جهان به جایی رسیده و زمان به جایی رسیده که زمان برچیدن حماسه، حزب الله است، حوثی است و حامیان اونا در تمامی سپاه پاسدارانی که در کنار مردم آزاد ایران نایستادند و در کنار سران ترور پرور ملایان و سران ترور جهانی ایستادند. ولی این وقتش فرا رسیده که ما در درون ایران ما کاری نداشته باشیم چه اتفاقی میفته. ما میهن و مردم آزاده و زحمتکش ما در کشورمون به فکر نجات کشورمون باشن، چون اگر نباشه اینا ایران را به سوریه، به یمن، به افغانستان، به عراق تبدیل خواهند کرد. در حالی که ما میبینیم که اسرائیل به ماموریت خودش از بین بردن رهبره، در واقع میتونم بگم رهبران ارشد حماس و حزب الله و زیرساختهایی که این تروریسم مقادر میکنه ادامه میده که از بین ببره. و زمان اون رسیده که مردم ایران واقعا آگاه باشن و در کنار این افرادگرایان قرار نگیرن به عنوان اینکه اینا رو به بیراهه میبرن. و ما میدونیم که دنیا از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی به جایی رسیده که برای آینده مجبوره که آینده ای امن و با صلح‌آمیز به وجود بیاره. به عنوان اینکه ما حوتی ها رو دیدیم در دریای سرخ وضع اقتصادی جهان رو به خطر انداختن و این افراطگران بلایی که سر عراق آوردن، افغانستان آوردن، یمن آوردن و سوریه آوردن مطمئنن بر سر ایران خواهند آورد. فقط امیدوارم میهن پرستان در کنار ارتش، در کنار ملت و مردم در کنار ارتش قرار بگیرن و بتونن اینا رو از بین ببرن قبل از اینکه ایران ما به نابودی کشیده بشه. شما دیشب شنیدین کشتی های ناوبرای جنگی ایالات متحده به طرف اسرائیل را افتادن. چرا؟ هزینه‌ای که اینا دارن ثانیه به ثانیه almost میلیون ها دلاره دقیقی. شما برای شوخی نرفتن اونجا، برای پارلی هم نرفتن. پس احساس تهدید میکنن و یا آپریشنی دارن که میخوان این کار رو انجام بدن. و امیدوارم خوشبختانه کشورهای جهان، حکومت‌های جهان میدونن که مردم ایران تکلیفش از حکومت اسلامی جداست و به خاطر همینه که در زبان انگلیسی ما هیچ موقع نمیگیم که Islamic Republic of ایران، ما همیشه میگیم Islamic Republic in ایران. ما میخوایم تکلیف مردم ایران رو با حکومت ایران کاملا جدا بکنیم. و من فکر میکنم که مسیر برای از بین بردن این همه اتفاقات که این استقرارهای نظامی تروریسم از بین بره و دیگه این وقتش رسیده. نمیدونم سپرشان بس بریم برای آگهی ها فکر میکنم، درسته؟ دو دقیقه فرصت داریم هنوز. شهرام قبل از اینکه بریم، البته من فقط سوالو مطرح میکنم. هفته گذشته شما مستر مطرح کردی که هر چقدر فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران بیشتر بشه، تلاش میکنه که از داخل بعضی از ماموریت‌های خودش رو به روی دوش ارتش بندازه. خب میدونیم تا همین الانش به خاطر نقض حقوق بشر سال گذشته عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش و کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار گرفتند. پرسش اینجاست که آیا فکر میکنی با این رویه، این آلوده شدن ارتش به ویروسی که سپاه بهش مبتلاست، یعنی تروریسم پیش بره، این خودش ضرر نمیزنه به منافع ملی ما؟ خیلی کوتاه عرض کنم به شما، این ضرر میزنه، این تلاشی که سپاه داره میکنه. خوشبختانه دنیا میدونه ترس و وحشتی که جمهوری اسلامی از همین ارتشی که حتی میگن ارتشیه که مثلا بعد از جمهوری اسلامی شکل گرفته داره.
خودتو شاهد بودی که چندین سال پیش میخواستن سلامهای سر صبحگاه رو عوض کنن، پرسنل ارتش چجوری مقاومت کردن در برابرش، ادغامهای زوری مثل هوانیروز بردن توی فرماندهان، بردن تو سالونا، فرش به هم هدیه دادن، دست هم رو گرفتن بالا، میخواستن هوانیروز رو با هوانیروز سپاه ادغام کنن، ولی پرسنل زیر بار نرفتن و این کار انجام نشد. پدافند نیروی هوایی ارتش میخواستن ادغامش کنن با سپاه، پرسنل ارتش قبول نکردن و باز این کار انجام نشد. ببین فرماندهان خیلی حرفا میزنن، عبدالرحیم موسوی و ما میدونیم یه آخوندزاده است، یه بچه آخونده، به قول من ببخشید اینطوری میگم، خب اون سرسپرده است و هر کاری میکنه برای کاهنان معبد که اونجا هستن، کاهنان معبد آنخماها که باید اینجوری اصلا رفتار بکنه. یا حیدری یک زب در ولایتی که فقط به قول خودش آقا آقاست، یک افسر آموزشگاهی بوده، سرهنگدو بوده، شب خوابیده صبح پاشده یه دفعه دیده شده سرتیب تمام و اومده سکان هدایت بزرگترین یگان یا ارشدترین یگان رو گرفته که نیروی زمینی ارتش بوده. اینها رو وقتی کنار هم بذاریم، وقتی بدنه مقابل اینا میسته مشخصا یه خط فاصلی هست و ارتش امروز جلوی تجزیه ایران رو میگیره، ارتش پشتوانه مردم رو قطعا پشت مردم خواهد ایستاد. به خاطر همین هم هست که این همه وحشت هست و این همه سناریو برای کوچک سازی منحل کردن و و و برای ارتش چیدن. حالا که باید بریم آگهی، بریم 5 دقیقه یک استراحت کوتاه، برمیگردیم. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود، می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون ریل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به ریل ویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان ریل ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می‌بینند. در ریل ویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به ریل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر
منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر منا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، سلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. با درود مجدد، در مراسم تحلیف در واقع آقای مسعود پزشکیان تصویری اومد از فرمانده های ارتش و سپاه پاسداران کنار هم بودن. در مراسم نمازخوانی هم یکی دو سه نفر از اینها پیش هم بودن. بله، این مربوط به این مجلس آخره. شهرام عبدالرحیم موسوی رو ببین تا کمر خم شده به طائب بود بکنم، سلام علیکم که عرض کنه هنوز مشاور اطلاعات نفوذش در اطلاعات هستش. عرض کردم این آخوندزاده است. من رفتار و تکناتش هیچی، من زمانی که من دانشجوی دانشگاه افسری بودم این فرمانده بود، خیلی افسر ملیگرایی به نظر می رسید، وقتی شد فرمانده ارتش اصلا یک انسان دیگری شد. پرسش اینجاست، با توجه به شرایط فعلی این احتمال هستش که پرسنل ارتش حالا با این وضعیت گرفتاری که دارن، حقوقها رو که میدونیم افتضاح، مشکلات یگانها رو که میدونیم، ماموریت‌ها یکی از دیگری سخت‌تر، امکانات پادگانی بسیار کم، آیا ممکنه یک دردسر تازه‌ای برای ارتش باشه شرایط فعلی ایران؟ ببین حامد جان، این که شما فرمودید زمانی که در دانشکده افسری بودی ایشون فرمانده بوده، خب فرمانده دانشکده افسری و شرط و وظایفش مشخصه، یه جوری میشه گفت مثل استاد دانشگاهی میمونه که باید با شاگردانش خوب رفتار کنه یا اون ماهیت اصلی خودش رو نشون نده. وقتی که جاش عوض میشه معلوم میشه چند درصد خیانت کرده. این آدم 10 سال جانشین سلشکر صالحی بود. صالحی با همه زوب در ولایتیش، یکی از ارتشیان یادت باشه از سال 1332 فکر کنم استخدام شده بود، یه همچین خدمتی داشت، میگفتن 60 سال 70 سال خدمت کرده. آقای صالحی زیر بار چابکسازی نرفت، با تمام این که زوب در ولایت بود، یعنی کوچیکسازی ارتش، از بین بردن لشکرها، از بین بردن لوجستیک ارتش، از بین بردن پادگان ها، از بین بردن مشاغل که یه دفعه بچه ها رو با 30 سال خدمت یا رو نوه نتیجه پرسنل ارتش رو آواره کردن چون شغل نداشتن بهشون بدن، باکس نداشتن، حقوقاشون شکست، نابودشون کردن، به اسم چابکسازی ارتش نابود کردن. این آقای موسوی بزرگترین خیانت رو کرد. در جایی که این آدم برای طائب خم میشه تا کمر اون شکلی، ما هولاکو احمدیان رو داریم که میاد میگه ارتش ارث پدری یا مادری کسی نیست، ارتش فدای ملت. فرمانده تیپ 65 که برکنارش کردن الان تو حبس خانگیه. ما سجاد عسکری داریم که تیزر برنامه‌مون صدای ایشونه، میاد و مقابل نیروی انتظامی میایسته و اون حرفا رو به سردار نیروی انتظامی که مردمو میکشته داریم. در مقابلش احسان صفایی رو داریم که میاد تو قیام پشت ملت میایسته و هنوز زیر شکنجه و تو زندانه و 2000 پرسنل از نیروی انتظامی و ارتش که امروز در زندانن به خاطر تمرد در سال گذشته یا 2 سال گذشته که خیزش ملی در کار بوده. اینها رو نباید چشم پوشی کنیم. این اون جاییه که میگیم ملی گرایی چربیده به ایدئولوژی و این بچه ها نمیتونن قبول کنن که سرزمین ما به دست این آخوندها به تاراج بره و تیکه تیکه بشه.
آقای دکتر حمیدی، میدانم که بخشی از ماموریت شما خب به هر حال مطالعه و تحقیق و فراتر از اینها بر روی سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله بوده، مواد مخدر و ارتباطاتی که با هم داشتن، شبکه‌های مالی اینها. خب اینها همه فرزند خواندگان سپاه پاسدارانه. علی خامنه‌ای همواره، نه فقط البته او، خیلی های دیگه زمان خمینی هم همینطور بود، ترس از ارتش، ارتشی که حالا تمام تلاششون رو کردن ارتش مکتبی باشه، به قول خودشون ارتش حزب الله شجره طیبه. ولی میدونیم خود همین نظام و حتی مردم بدترین ضربه رو دارن از خود این سپاهی ها میخورن. در مقابل ارتشی ها با کمترین حقوق ها، بیشترین زحمت و خلبان ارتش، هرام همیشه میگه در ایران با ساعتهای پرواز بالا حقوقش از مرزبانهای طالبان الان کمتره. کشمنداز رو چطور میبینید؟ حامد جان ببینید، ما باید نگاه کنیم ببینیم که چرا سید علی این کار رو میکنه. سید علی این کار رو کرده، سپاه ساخته و به صورت یک سازمان مافیایی ساخته، به عنوان یک سازمانی که دقیقا اگر شما یکی از این کارچل های مواد مخدر کولومبیا یا مکزیکو به سب آنالایزش کنیم میبینیم که درست مثل سپاه ایران و کارهایی هم که سپاه میکنه آداپت کرده کارهای مافیایی کارچلو، که بحث بسیار مهمیه. ما میتونیم به خاطر امنیت داخلی و به خاطر اقتصاد کشوری راجبش یک توی یک برنامه مفصل صحبت کنیم که چطوری اینا اینوالو شدن سپاه در نارکو تروریسم. ولی راجب ارتش که صحبت میکنیم، ما نگاه میکنیم میبینیم که دیدگاه نیروهای مسلح یعنی ارتش به ملت و دیدگاه ملت به نیروهای مسلح، ما اینو باید آنالایز کنیم در کشورمون. مشکلات مادی که شما اشاره کردین و معنوی ارتشیان و همچنین ملت، که این هر دو ما نگاه میکنیم میبینیم که به اوج درجه استیصال رسیده و در مواردی حتی از اون عبور کردند، یعنی دیگه واقعا زندگیشون بسیار بسیار مشکله. از دیدگاه نیروهای مسلح اگر صحبت کنیم میبینیم که قوت و تهیج ارتش با نیروهای مسلح بلا شک تا از احساسات پاک و یک صدایی ملته که از ملت نشأت میگیره. و اینجا لازمه که به این اشاره کنیم، از همون روزهای پرآشوب پیش از هجوم فرهنگی ایران، از اون ساعتهای اول 22 ننگین 22 بهمن 1357، از همان زمانی که ناقوس مرگ حضور بیگانگان در تهران و در شهرهای ایران به صدا در اومد، از همون لحظات سینه دلیران ارتش شاهنشاه ایران و اینا مثل اسمگه بیارم تیمسار رحیمی ها و تیمسار جهانبانی ها و تیمسار خسروداد ها و بعد از اون تیمسار نشاط ها رو نشانه گرفتن. پیمان ارتش و ملت بسیار در ایران هوشیاره و در قلب و جانشون به دنبال سوگندی بستگی داره که هر میهن پرستی، چه ارتشی یا چه شخصی، مردم ملت بیدارن و با گوش جان اون صدا رو میشنوند و تکرار میکنند. و ما اگر نگاهی هم بکنیم میبینیم که بعد از این جنگ تحمیلی، این نابکاران دستاربندان، دسته دسته این ارتشیان سلحشور ما قربانی شدند. اینا که رفته بودن از کشور ما دفاع کنند، دلخوش بودن به ارتش جامانده از تیمسار اویسی ها و نیروهای هوایی شاهنشاهی و از باقی مانده های تیم آکرو جت جاوید نامانی مثل تیمسار جهانبانی، که با همه سختی دست بسته اجازه تعرض به خاک سرزمینمون رو نداده بودند. همیشه خوشبختانه پیوند ارتش و ملت ایران در مقاطع تاریخی که ما نگاه بکنیم بسیار حساس بوده، نقش بسیار حیاتی رو بازی کرده و ایفا کردن و ما اینو در سالهای 1325-1326 در آذربایجان دیدیم. وقتی که ارتش به طرف آذربایجان راهی شد، استقبال مردم و همسادایی مردم سلحشور آذربایجان اون حرکت رو در نطفه خاموش کرد. و به خاطر همینه که من فکر میکنم ارتش ما در اون بزنگاه تاریخی در کنار ملت ما قرار خواهد گرفت و کار خودشو و آزادی کشورمونو به نتیجه خواهد رسید. و یک چیزی رو من اشاره کنم که اینجا
سردار سپه تاریخ ما در واقع نگاه کنیم، برگردیم به 100 سال گذشته که نام او با نام رضا شاه کبیر در تاریخ ما به ثبت رسیده و سرداران ارتش متحد هستند و صداشون رو از درون ایران میشنویم و صدا میزنن که همیشه آماده فداکاری نیروهای انتظامی هستند. و ما ببینید ارتش ما رو شما خودتون میدونین درش بودین، پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود، اینا چیکار کردن؟ اومدن به خاطر نابودیش کمر بستن. به خاطر همینه که من فکر میکنم ملت ما و ارتش ما در کنارم قرار بگیره، سپاه هیچ کاری نمیتونه. به عنوان که سپاه میدونیم که اطلاعاتو لیک میکنه، این کارهای تروریست رو انجام میده و باور به نجات ایران نداره، ولی ارتشیات اونجا که من اطلاع دارم باور به نجات ایران و سامان دوباره ملتمونو دارند. منم یک سوال دارم، سعی میکنم نسبتاً طولانی نباشه. مسئله اینجاست که حد فاصله بین ترور قاسم سلیمانی که خب میدونیم بخشی از اطلاعات ترددهای او لو رفت، بعدش فخری زاده، و همینجور ترور فرماندهان سپاه پاسداران در کنسولگری جمهوری اسلامی، شبه کنسولگریش در دمشق، و همینجور سردارانی که در گوشه و کنار بیروت و دمشق و دیر و زور لو میرن، کاروان محموله هایی که لو میره، شبکه مالی از رمز ارزها گرفته تا شرکت های سوری در امارات و هنگ کنگ و مالزی و سایر نقاط لو رفتن اینها، این رو داشته باش. مسئله دیگر لو رفتن خیلی از اطلاعات داخل نیروگاه ها و تاسیسات اتمی، خب بخشش اینا دست نظامی هاست، و همینجور مثلا اتفاقات و رویدادهایی مثل ترور اسماعیل هنیه. در درون نظام بعضی هم میگویند گروهی جریانی احتمالاً به خواست دشمنان جمهوری اسلامی دارن جریاندهی میکنند، بعضی هم این رو باور ندارن. پرسش، آیا با توجه به اینکه مثلا شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌هاشون میگه نیروهای مسلح کنار مردم بایستن و هر کاری که از دستشون برمیاد برای ضربه زدن به سیستم انجام بدن، آیا این قبیل اتفاقات رو میشه در چهارچوب ریزش نیروهای مسلح هم آنالیز کرد؟ ببین حامد جان، همونجور که جناب حمیدی هم به درستی اشاره کردن، اگه ما بخوایم رفتارشناسی یا شناخت اجتماعی نیروهای مسلح رو در نظر بگیریم، اگه شما توجه کرده باشی نیروها رو وقتی میخواستن بفرستنم سوریه، نمی آمدن بگن که مثلا تو برو محافظ حرم شو، این شعارهای تلویزیونی رو بذاریم کنار، اون چیزی که داخل نیروها گفته میشد و با هم بگید، میگفتن اگه نری جلوی مثلا داعش رو در سوریه بگیری، اون داعش میاد به ایران حمله میکنه. باز رو خط ملیگرایی پرسنل حمله مانور میدادن، حتی همون سپاهی که میفرستادنش برای اینکه مثلا بره محافظ بشار اسد باشه یا اهداف جمهوری اسلامی رو پیش ببره، باز بهش میگفتن اگه شما اونجا حضور پیدا نکنی فردا این نیروی مهاجم میاد داخل کشور و به کشور آسیب میزنه. میخوام بهت بگم وقتی که اون نیرو میره میبینه که بحث ملی نیست، بحث غارت کشوره، بحث اون چجوری بگم خیانت به کشور توسط سران جمهوری اسلامی، اونجا میشه که میشه ملیگرایی. جای مثلا فلان سرداری که تو فلان سفارتخونه جمهوری اسلامی خوابیده رو لو میده، چون میدونه اون داره به مردم خیانت میکنه، چون میدونه مثلا اون داره ثروت ملی رو غارت میکنه به اسم دفاع از کشور، ولی اصلا کشوری در کار نیست، اصلا داعشی در کار نیست که بخواد مثلا به کشور ما حمله کنه. وقتی نیروها به همین حالتی میرسن که به قول معروف اون شکست ایدئولوژی اتفاق میفته، اون پایه‌های ساخته شده ایدئولوژی لرزان میشه، اون حس ملیگرایی میاد بالا. وقتی حس ملیگرایی بیاد بالا چیکار میکنن؟ همین اتفاقایی که میفته شما ازش نام بردی، وقتی مطلع میشن قاچاقی داره میره، شبکه رمز ارزی هست، یا مثلا سرداری فلانجا مخفی شده، هنیه تو کدوم اتاق خوابیده یا تو کدوم طبقه هست، خب اونجاست که میشه از این ملیگرایی استفاده میکنن و جلوی تاراج کشور رو میگیرن. یه نکته رو من اشاره کنم به شما، همونجور که به درستی هم اشاره کردن، وقتی که شاه فقید اومد میخواست ارتش رو اصلا مطرح کنه که آبادانی و امنیت رو میاره، چیکار کرد؟ سپاه دانش رو تأسیس کرد، دانش رو برد،
سپاهی بهداشت رو تأسیس کرد با لباس ارتشی بهداشت رو برد به روستا. اینه که ارتش امروز هر کاری شما بکنی از دل مردم ایران بیرون نمیاد، چون ارتش برایشون آبادانی برده، جاده برده، نون بهداشتی برده، آب بهداشتی برده، بچه هاشون از مرگ نجات داده، به روستاهاشون دارو رسونده. اینجا میشه که وقتی که وارد میشن اولین نیرویی که مقابل شورشی ها قد علم میکنه ارتش با کودتای نوژه یا قیام نقاب قیام نجات ایران. بعد از اون تصمیم میگیرن اونجا ارتش رو منحل کنن که نتونستن باز منحل کنن. سال 65 تو کوران جنگ تصمیم گرفتن ارتش رو منحل کنن که سرتیپ آذرفر، کسی که جزء نیروهای صلح سازمان ملل در لبنان بود و جزء کلاهابیا بود، یه عملیات نشدنی با گردان جنگاوران تو سمت غرب کشور انجام میده، باز جلوی انحلال ارتش رو میگیره. سال 73 با اون عملیات فتح تهران که انجام دادن و زیر 2 ساعت تهران رو فتح کردن نیروی مخصوص، باز میخواستن ارتش رو منحل کنن، نشد. امروز هم که میبینیم دست زدن به خلسلهای نرم، دارن ناوی که کنار مثلا اسکله پارکه یه دفعه میبینیم منفجر میشه، غرق میشه، یا لشکرها رو از بین بردن، تبدیل به تیپای کوچیک کردن. این توطئه‌هایی که علیه ارتشی هست که نتونستن. با همین حرفایی که زدیم، طالبان مرزدار، مزبان طالبان حقوقش از خلبان ما بیشتره، نمیدونم پرسنل ارتش رو بیچاره کردن، نمیدونم ستون فقراتشون رو گرفتن، از نظر مالی قرضها وامها خودت بهتر میدونی، باز زلزله کرمانشاه که میاد ما 3 نفر دق میکنن به خاطر درد مردم. 3 تا پرسنل ارتش، 3 تا پرسنل هوانیروز متخصص وقتی درد اون ملت رو میبینن دق میکنن. این ارتش ماست. میدونی چی دارم بهت میگم؟ سیل که میاد ارتش ما میره. تو کردستانی که سپاه رو راه نمیدن ارتش ما میره بدون محافظ، کنار کردها میخوابه و باهاشون زندگی میکنه، بهشون کمک میکنه. این نشان اینه که ارتش ما از بدن مردم. اینجا رو نباید فراموش کنیم. حامد جان اگر اجازه بدی من در مقابل سوال شما و جناب صحبت های سبزواری 1-2 دقیقه صحبت کنم. دوست من نگاه کنین ببینید، قبل از استقرار این سیاه‌تلان در کشور ما در 57، اینا حکومتشون رو روی دروغ ساختن. یعنی 46 ساله دارن دروغ میگن. با آتیش زدن سینماهای مختلف در کشور که معروف ترینش یادمون سینما رکس آبادان بود، اینا خودشون هم بعدن اعتراف کردن، آتش به جان ملت نجیب ایران انداختند. و اونگاه در نخستین روزهای استقرار حکومت کثیفشون در پشت بام مدرسه علوی خونهای بهترین فرزندان کشورمون رو ریختن، ولی این خونا آب و خاک همان نهال آزادی و پایداری رو آبیاری کرده امروز و از اون نهضتی زاده شد که بذرهای کاشته شده امروز و دیروز و الان در سرزمینمون با بچه های جوانان بعد از انقلاب که اصلا ندیده بودن چه اتفاقی افتاده، به یک درخت تنومند مقاوم مت تبدیل شده. و این درخت تنومند مقاومت با فریاد بخش مصمم از جوانان که بیشترشون در ارتش دارن خدمت میکنن، فرقی نمیکنه، پسران و برادران و همسایگان و فامیل ما هستن، همونجور که جناب سبزواری فرمودن که از توده درون ملت رفتن در ارتش. چرا؟ به عنوان که میگم ما یک ملت کبیریم و همه فریاد میزنن، ما با گوش میشنویم که صدای فریاد ایران را پس میگیریم. پس این موضوعیه که بازم رژیم به ما دروغ میگه، حماس میاد، القاعده میاد، حزب الله میاد، سوری، اینا چرت و پرتاییه که اینا برای خودشون، من نمیدونم اینا چه نوع موادی رو استفاده میکنن که همچین هزیونایی رو دارن میگن. بعد از بعد از سپتامبر 11 اتفاقی که در نیویورک افتاد، سران خانواده بن لادن که سران ساختار لیدرشپ القاعده بودن کدوم کشور راشون داد؟ رفتن تو ایران در خیابون‌های شمیرانات در قصرهای لاکچری دارن زندگی میکنن. پسر اسامه بن لادن در تهران در خیابون فرشته بزرگترین عروسی رو گرفت.
تمام خانواده بن لادن الان آوردن اونجا، دارن ترینینگ میبینن، در ایران زندگی میکنن. به کی به گلبدین حکمتیار که یک طالبانه، یک قاچاقچی مشهور دنیاست که 93% هروئین جهان از افغانستان میاد و ایشون کنترل میکنه، در تهران کی بهش دفتر داده؟ اگر این حرفا رو میزنن چون خودشون آوردن، فقط میخوان مردم رو بترسونن، در صورتی که هیچ کاری نمیتونن بکنن. مردم ایران بلندشن، ما شما و بینندگان گرام میتون در ونزوئلا دیدیم، اون مردم با اون قدرتی که میاد هیچ کس چلوش رو نمیتونه بگیره. و امیدوارم که مردم ما مصمم و جوانان ما بتونن این حرکت تنیم بیندازن و بتونن ایرانمون رو پس بگیرن. من یه نکته اضافه کنم حامد جان، ببخشید میون کلمت. همینجور که دکتر فرموده مر ونزوئلا رو دیدیم، جمعیت وقتی به اون حد برسه، به اون شکل بیان تو خیابون، نیروی ملی‌گرا داریم میبینیم تو ونزوئلا، به مردم میپیونده. ارتش ونزوئلا اومده کنار مردم، گارد ملی اومده کنار مردم، حتی مزدورایی که از کوبا هم آوردن ارتشی که الان مقابلشون نیست داده. یعنی میخوام بگم این نیروهای نیابتی فلان اینا که میگن، زمانی که ملی اون جمعیت بیاد تو خیابون، نیروهای ملی گرا کنار مردم بایستن، هزینه مردم کم میشه. نیروهای آموزش دیده مقابل این نیابتی ها و حتی نیروهای کوبایی که امروز داریم میبینیم، ما باید میلیون ها دلار هزینه میکردیم تا بتونیم یه شمای مثل مانوف مانن درست کنیم، مردم بدونن چقدر اتفاق میفته. الان ونزوئلا میتونه آینده ایران رو قشنگ نشون بده که ما چه کار میتونیم بکنیم و ارتش و ملت چه کاری از دستشون برد. رابطه قلبی بین ملت و ارتش اشاره کردید. شهبانو فرای پهلوی 3-4 روز پیش یک گفتگوی ویدیویی داشتن با وبسایت محافظه‌کار اروپایی، اروپن کانسرواتیو. اونجا مجری ازشون سوال میپرسه در رابطه با خیانت ارتش، از جمله تیمسار فردوس به محمد رضا شاه فقید، و سر تکون میده و به نوع این خیانت رو از سوی بعضی از بزرگان ارتش تایید میکنه. اما بلافاصله میگه من هنوزم امیدوارم به بچه های این مردم، به ارتشی ها، و میدونم که یک روز همین ها کار رو برای مردم در میارند و به سمت آزادی میرن. 3-4 دقیقه دیگه فکر میکنم تا پایان برنامه بوده. آقای دکتر حمیدی، یک پرسش رو میکنم، اگر بتونیم کوتاه جمعش بکنیم عالی میشه. در ونزوئلا خیلی ها در واقع میگویند که سومین مرحله از ریزش نیروهای مسلح اتفاق افتاده، ولی خب چون روسیه پشت سر آنهاست ممکنه مادورو بماند، یعنی این دیکتاتوری ادامه پیدا بکنه. تفاوتش با ایران چیست؟ چه امیدی رو میتونیم باز بکنیم؟ حامد جان ببینید، در پایان سخنانم من اینجوری میتونم بگم، اگر صحبت مستقیم با نیروهای انتظامی و ارتشی داشته باشم، میتونم بگم که لحظه تاریخی ما برای اعاده حیثیت زیر سوال رفته شما، چون ارتشیان ایران هستن که اون حیثیتشون زیر سوال قرار داره. این هر کسی بهتر میدونه که این بار خواسته حق ملت ایران چیه. هدفشون رها شدن از زنجیره اسارت و آزادیه. دیر یا زود این عملی خواهد شد. حالا چین میخواد ساپورت کنه، شوروی میخواد ساپورت کنه، ونزوئلا میخواد ساپورتشون کنه، مهم نیست. برای سربلندی تاریخ کشورمون اینا باید الان بیان در سمت تاریخ، درست تاریخ قرار بگیرن. چون اگر سربازان راستین ایران زمینن، اگر حمایت از مردم ایران پرستان حکم آخرشونه، باید اینو بدونن که این اتفاق خواهد افتاد و برای نسل‌های امروز و دیگر آیندگان درسی فراموش نشدنی خواهد بود. امیدوارم که بدونن اینو درک کنن. سپاس از شما شهرام، متشکرم که در این برنامه بودید. آقای دکتر حمیدی، ممنونم که برنامه بودید. با بینندگان بدرود میگوییم تا برنامه دیگر. بدرود. تو امثال تو را مقطوع میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چیزی تو را به خاطر داریم.